به امامیان دستیابی به قطنامه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر به نظر شما این قطنامه زمانت اجرایی داره و کشورهایی که این قطنامه رو در واقع قبول کردن و به تصویب رسوندن چقدر فکر میکنید که زامن اجرای اون خواهند بود و به مفادی که در این قطنامه صحبت شده وفادار خواهند بود؟ خیلی ممنون از سوال شما ولی اولش امیتر که شما گفتید من تجزیه مسائل اقتصادی و سیاسی هستم political and اکانومیک analyst برای همین از این دید دارم نگاه میکنم از دیدی که در محیط زیست فوق العاده تخصصی داشته باشه نه ولی به آمار نگاه میکنم و خیلی میخوام مقایسه کنم اینو این کاپ 28 این کاپ 28 بود با کاپ 26 که توی گلاسکو بودش توی انگلستان با اون میخوام مقایسه کنم دو سال پیش حالا اگه از تعداد کسایی که رفته بودن مثلا در گلاسکو کاپ 26 هزار نفر رفته بودن این دفعه در دوبه 85 هزار نفر رفته بودن پس این مسئله یه مسئله بزرگتری داره میشه از اون لحاظی که واقعا میخوام ببینن واقعیت کجا هستش در کاپ 26 مثلا میگن دنیا ما درباره گاز کربنیک صحبت میکنیم میگیم گاز کربنیک خطرناکه برای بشریت مخصوصا اون مقداری که بشر تولید میکنه و میگن یه چیزی مثل چهل میلیارد متریک تانز در سال بشر تولید CO2 تو میکنه که از این توی کاپ 26 گفتن اینو ما باید تا سی سال دیگه اینو بیاریمش بکنیمش 20 میلیارد متریک میلیارد متریک تانز این چیزی بود که اونجا گفتن حالا اینو انجام بدن یا نه چون من میخوام یه چیزی بگم این کاپ 26 2021 بود اگه بریم یک سال قبلش 2020 که کووید بود که در تمام زمان کووید تقریبا رانندگی وجود نداشت ماشینا بیشتر ساکن بودن پروازی هم وجود نداشت و مصرف هم خیلی کم شده بود چون همه تو خونهشون بودن جایی نمیرفتن اینا مقداری که گاز که دنیا تولید گاز کربانیک از طریق بشر کم شد یه چیزی مثل 6 درصد بود و اینو شما میتونید گوگلش کنید بنویسید decrease of co2 in 2020 اصلا میاد یه عده میگن چهار ممیز 8 درصد یه جایی میگن 6 ممیز چهار درصد پس حالا اینو بگیریم حالا بگیریم اون رو بگیریم 6 درصد یعنی کاری که این کسایی که طرفدار انرژی سبز هستن که چیا میخوان اولا میگن که 20 درصد باید ما مالیات ببریم بالا فقط برای مسائل سبز بعد رفت آمد و کمش کنیم یا اصلا از بین ببریمش پروازم کاملا از بین ببریمش و مصرف گوشتم از بین ببریم این چیزایی که اینا میخوان که میگن اینطوری شما میگی این تقریبا دو تا از چهار تا اینا زمان 2020 شد و فقط 6 درصد اومد پایین پس این واقعیت کجاست یعنی این تولیدی که میشه از کجا تولید میشه چون ربطی به ایویشن پرواز نداره ربطی به ترانسپورتیشن نداره به اون صورت چون حتی قطار هم جایی نمیرفتن که نگاه کنید پس سوال اینجاست که آیا این CO2 این گاز کربونی که تولید میشه مثلا منبعش یه جای دیگه باید باشه بی اکثریتش تا خود این مسئله که ما در این درباره صحبت میکنیم و چیز مهمتر اینه که اگر ما نگاه کنیم ساختار به انرژی فسیلی از 1920 الان 100 ساله که این ساختار رو ما داریم و صد ساله که طول کشته این ساختار جا بیفته و این ساختار خیلی به کاربردش بالا بوده های افیشنسی اگه نبوده که به این جاها نمیرسیده یک دفعه الان میان میگن این ساختار صد ساله بیخود بوده باید اینا از بین برد در عرض 15 سال ما اینا باید با یه چیز دیگه جابجا جا کنیم نه تکنولوژیش هست نه پولش هستش نه حتی میدونن چیکار باید بکنن حالا در قسمت بعدی من چند تا ساجستشن میخوام بدم درباره این مسئله بله دقیقا هم سوالی که من میخوام از شما بپرسم اینه که چقدر واقع بینانه است اینکه گفته شده در این اجلاس که تا سال 2050 ایجاد توقف سوخت های فسیلی و به جای اون جایگزین کردن سوخت های انرژی های سبز به نظر شما چقدر اصولا دست یافتنی هست چنین چیزی برای بشر صفر این همش حرفه و مجبور میکنن کسایی که میخوان حقیقت رو بگن اونام این حرفا رو بزنن چون چرا؟ چون کسایی این حرفا رو مج... اولا این شعارا رو میدن بعد یه دم مجبور این شعارا رو دنبالش برن و منم جز اونا هستم چون مثلا حتی انقلاب جمهوری اسلامی نگاه کنیم همه میدونستیم یه دم زیادی میدونستیم که این خمینی و اطرافیانش کسی نیستن که این کشور نجات میکنن ولی انقدر موج قوی بود که باید باش میرفتیم الان این موج سبز انرژی سبز انقدر قویه که شما میخواد بیای بگی اجازه بده من یه مقدار دربارش صحبت کنم مثلا نمیتونی من همین میگی حالا فعلا من باشون میگم اوکی باشون میرم جلو تا شاید بتونم یواش یواش این مسئله رو یه طوری به واقعیت نزدیکتر کنم این قسمت سیاسی شو من بهتون بگم و این این مسئله همه جا هستش Uh, همیشه هم بوده uh, چرا چون یه دفعه یه چیزای یه ایده هایی یه حالت رومانتیسیزم پیدا میکنن رمانتیک میشه برای بشریت و دنبالش میرن همینطور کمونیستی کمونیستا صد سال پیش دفعه این ایده رمانتیک شد همه گفتن او تمام اشکالات ما رو کمونیزم کمونیست کومن... بودن حل میکنه بعدا دیدیم نه بعدا فقر میاره اه, تا چیز دیگه تنها قسمت خوبش این بود که مقابل دی... کمونیست مقابل مذهب بایی می اون قسمت چون من دوست داشتم ولی یعنی بقیش نه و حالا همین و هم اینی که هر چند وقتی یه بار یه ایده رومانتیکی لازم داره دنبالش دا بره و این گرین انرژی هم این انرژی سبز هم شده اون, اون مسئله فقط من برگردم به اون کاب 26 توی کاب 26 همه یکی از کارهای خوبی کردن این بود که جلوی دیفارستیشن جنگل جنگل زدایی رو گرفتم گفتم ولی هیچکی کی درباره ری فارستیشن یعنی جنگل احیایی صحبت نکردم و عجیبه چرا هیچکی کی درباره ری فارستیشن جنگل احیایی صحبت نمیکنه اگه ملاحظه کنید به ارقام در دنیا 3000 میلیارد 3000 میلیارد درخت وجود داره 700 میلیارد از اینا تو روسی روسیه است روسیه بیشترین تعداد درخت داره, داره. در کشور که من انگلستان اینجا 3 میلیارد داره پس مثلا روسیه 700 میلیارد در در انگلستان 3 میلیارد من رو برای سوئد ندارم اون شما باید چیز کنید ولی فکر کنم سوئد بیشتر باشه بگم 6 میلیارد یا 7 میلیارد باشه حالا اگر هر کشوری تعداد درختاشو فقط با یک سوم بیشتر کنه و ما اینو بیایم سه هزار میلیارد رو بکنیم چهار هزار میلیارد درخت این مسئله 50 درصدی که اینا میخوان راحت به دست میاد ولی هیچ کی در باید صحبت نمی و ری فارستیشن درختکاری یه تکنولوژی هزار سال است یه تکنولوژی که همه میدونن برای کاشت هر درخت 10 دلار همش ما میتونیم سالانه یه چیز مثل پنجاه میلیارد درخت بکاریم در دنیا که میشه 500 میلیارد دلار تجارت جهانی 100 هزار میلیارده 100 هزار میلیارد تجارت جهانیه اگر نیم درصد نیم درصد بهش مالیات ببندیم برای تجارت جهانی فقط نیم درصد 500 میلیارد دلار تهیه میشه که سالی 50 میلیون ما درخت بکاریم توی 20 سال ما هزار ملی... هزار میلیارد درخت کاشتیم سالی پنجاه میلیارد درخت اینا و وقتی درباره این این مسئله رو من خیلی اینجا تو حزب محافظه کار اینجا اینو میارم و وز... هر دفعه اینا بهش به وزیر مثلا محیط زیست میگم در میره عقب اه... یعنی یه مسائلی که خیلی راحت پیش... پیش, و پا افتاده است هیچکی نمیخواد درباره صحبت کنه اصلا این کلمه ری فارستیشن احیای جنگل جنگل احیایی اصلا وجود نداره و من سوالم اینه که پس این آدم های منطقی کجان این سیاست مدار کجان این آدم های خوب سبز کجان که این چیزا رو بگن و من نمیدونم فقط یه دشمنی با تکنولوژی اینی که دارن یا با تکنولوژی فسیلی و من هم این آخر سر بگم انرژی فسیلی هر روز داره تمیزتر میشه و تکنولوژی که هر روز داره بهتر میشه و باید باش دشمنی نکرد بله و به عنوان آخرین سوال خیلی هم زمان نداریم اگر ممکنه کوتاه پاسخ بدید که به نظر شما طبق اون چیزی که خود آنتونیو گوترش گفت در بیل کل سازمان ملل متحد پیشتر گفته بود که گرمایش زمین از کنترل خارج شده فکر میکنید که اصلا چنین اجراس هایی چقدر کمک میکنه برای اینکه جلوی فاجعه زیست محیطی گرفته بشه واقعا من من در رشته امور مالی 38 سال کار میکنم ولی قبل از اون دو تا مدرک در رشته مهندسی دارم و در دا قسمت کنترل انجینیرینگ کنترل سیستمز که همش درباره ماتماتیکال مدلینگ که چطوری حساب بکنیم از طریق مدل های ریاضی که حالا بهش میگن الگوریتم که چطوری چیز کنیم من خودم یعنی چهل و پنج سال پیش خودم مثلا این رشتم بود که همون حالا اون موقع ما بهش میگیم اصلا این انقدر ببینید انقدر فاکتورها یا وریبل یا چیزهایی که منابع هستش انقدر در محیط زیست تعدادش زیاده هیچ نمیتونه پیش بینی کنه چی میشه یعنی هشتاد تا وریشن هستش 80 تا فاکتور هستش شما میتونید یکی دو تاشو فوقش بیارید تو ریاضیات حالا با یه چیزی دارم بهش میگن سیمپلکس مدل با اون مثلا میتونید تعدادشو بکنید سه تا یا میتونید بکنید 6 تا یا 8 تا ولی اون که بیان انقدر راحت بیان که او ما میدونیم زمین یا لایف زندگی روی زمین یه چیز چهار میلیارد سال است چهار میلیارد ساله که شما و من نتیجهشیم کی میتونه بگی که اصلا من و شما چی هستیم ما هنوز احساسات خودمون رو نمیتونیم بفهمیم چیه این همه تکنولوژی اومده ما هنوز احساساتمون عوض نشده هنوز به انجیل و تورات و قرآن میریم که کتاب های 2000 سال پیش هستن پس با این تکنولوژی باید یه همچین کتابایی گذاش کنار دیگه میبینی نه پس احساس بشر عوض نشده وقتی ما خودمون رو نمیتونیم بشناسیم چطوری واقعا مطمئنیم درباره واکنش طبیعت برای همین این یه مقدار از خود راضی بودنه که مغز کل هستن که همه چیز رو میدونن آخه آقای گوتارش اینو میگه میگی تو از کجا میگی تو اصلا مدلت چیه ریاضیاتت چیه چند تا میگی اوکی چند تا اومدن یه پردیکشن دادن از این پردیکشن هم هر روز درباره مسائل اقتصادی میدن که همش هم غلط عذاب در میاد بس اینقدر من خودم کارم اینه که به این مسائل نگاه کنیم برای همین کسایی که بیشتر این چیزا رو میگن یه مقدارشون عذ میخوام بیاد یک یه هستن که اصلا خود چون یه بار تا یه کارخونه رو ایجاد نکردن که بدونن از اول تا آخرش چی میشه یه مقدار سیاست مدارا هستن که خیلی خوب حرف میزنن یه دم آدم های بزام طرفدار انرژی سبز هستن که دنبال یه چیز رمانتیک میگردن و اینا اگر نه آدم های واقعی این حرفا رو نمیزنن و گفتم منتها آدم های واقعی هم گاهی وقتا مجبورم با موج برن فعلا جلو بله خیلی متشکرم جناب امامیان از اینکه نقطه نظراتتونو رو که البته بیشتر انتقادی بود با ما در میون گذاشتید ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید و ممنون از شما بینندگان عزیز که در این گفتگو با ما همراهی کردید تا دیدار بعدی